سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 6 خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 قوس سال 1402 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 دسامبر سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها. خواست تازه سازمان ملل متحد از امارت اسلامی. یونما در اعلامیه منتشر ساخته تاکید کرده که حکومت افغان باید به حقوق بشری احترام نماید. دوام خواسته ها مبنی بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان. ایران یک بار دیگر روی ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده. و کشته و زخمی شدن به ده‌ها تن در نتیجه حملات تازه نیروهای اسرائیلی بالای غزه. اول هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. سازمان ملل متحد از امارت اسلامی خواسته تا به حقوق بشری احترام قائل شود. یونما در اعلامیه منتشر ساخته تاکید کرده که امارت اسلامی با اجازه دادن به کار زنان و تعلیم و تحصیل دختران مکلفیت خود را در بخش حقوق بشری ادا سازد. اما حکومت میگوید که تمامی حقوق افغان که آن را ارزش‌های افغانی نیز ایجاب میکند برایشان داده شده است. دهم دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشری. سازمان ملل مبارزه افراد فعال در بخش‌های آزادی اجتماعی، احترام و عدالت را در سراسر جهان ستوده و گفته که این سازمان برای مدافعین حقوق بشری احترام همیشگی خواهد داشت. با این حال گزارشگر خاص سازمان ملل در امور حقوق بشر برای افغانستان میگوید که حکومت امارات اسلامی باید مطابق 75 سالگی اعلامیه جهانی حقوق بشر تمامی مدافعین حقوق بشری را با شمول 4 زن فعال از زندان آزاد کند. من به تمام مدافعان حقوق بشر که در امر مبارزه در بخش عدالت، احترام و برابری تلاش کردند، احترام قائل هستم و هر کسی که در این باد مبارزه میکند نباید توقیف شود. در این حال یونما یا نمایندگی سیاسی ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه گفته که حکومت سرپرست افغانستان باید در امر افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و آرام تعهدات خود را در تحقق حقوق بشری اجرا کند. مقامات حاکم نباید ارزش او کشور را از توجه خود منحرف سازد که عضویت سازمان حقوق بشر و گذشته تاریخی دوامدار دارد و نیز به حقوق دختران و زنان توجه داشته باشد، آنچه که برای ثبات و رشد این کشور مهم شمرده می شود. در اعلامیه یونما آمده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، حقوق بشری به گونه تدریجی و سیستماتیک از بین برده می شود. اما مقامات حکومت سرپرست تمامی حقوق بشری را محفوظ می داند و اطمینان می دهند که حکومت به تمامی حقوق بشری که خلاف ارزش های افغانی نیست پابند است. بشر ده حقوق موضوع و کلدی تعریف رواه لسی جوند انسان مهم حق ده. اپا دوم درجه که عزت او عفت انسان مهم حق ده. په دریمه درجه کې د انسان مال او مادي متملکات دي دغه ساتنه د انسان مهم حق ده. په دغه ټولو ارسو کې موږ ډیر لوی پرمختګ کړی ده. آگاهان امور میگویند که تعلیم، کار و حق اساسی حقوق بشری برای آینده آرام یک کشور و پیشرفت آن یک حق محسوب می شود و می افزایند که حکومت سرپرست باید محدودیت های اعمال شده بر کار زنان و تعلیم دختران را از بین ببرد. نخبه ایچی اسلامی امارات دی بشر دی حقونو پا تلاو بانده دی انجونو ازدکلو تا و دی انجونو دی کار د پاره باید هغو ته زمینه برابر شي او زه فکر کوم چې دغه بشري ضد عمل دی او د دې د مخنیوي دپاره پکار دی چې اسلامي امارت ډېر زر کوټلي ګامونه پورته کړي. د امارت اسلامي چارواکي خصوصا هغه مربوطه اړوند چارواکي په دې باندې قدر سوي نه چې دغه حق حقوق بېرته دوی ته تعمین کړي، نو بینان دی دې پاکه باندې باید کوټلي ګامونه پورته شي چې دغه څانګه کې هم حق مستحق ته ورسیږي، هم نړیوال نیوکه ورکړي او هم د افغانستان د پرمختګ او ترقي لپاره دا اړین ده. او په دې کې زن کول ضرر خپل افغانان ویني، نو هیله کیږي چې زر تا زر دې ته تدابیر ونیسي. پیش از این سازمان ملل چندین بار از امارت اسلامی خواسته بود که به حقوق بشری جهانی توجه داشته باشد و مدافعین را نیز آزاد کند که در این بخش تلاش ها را انجام داده است.
ایران یک بار دیگر روی ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. وزیر امور خارجه این کشور میگوید که برای ثبات و امنیت دائمی در افغانستان به ایجاد حکومت همشمول نیاز دیده می شود که باید تمامی اقوام خود را در آن شامل ببینند. اما کارشناسان این اظهارات ایران را مداخله آشکار در امورات داخلی افغانستان می دانند و می افزایند که تهران باید نخست حکومت خود را همشمول سازد و بعد برای مردم نسخه آن را پیشکش نماید. ایران یک بار دیگر روی ایجاد حکومت در افغانستان تاکید کرده که به گفتش باید تمامی اقوام افغانستان در آن شامل باشند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته است که برای تحکیم امنیت و ثبات دائمی در افغانستان لازم است تا یک حکومت همشمول در این کشور به میان آید. وی همچنان اضافه کرده که طالبان یک حقیقت افغانستان است و حکومت کنونی افغانستان در برابر داعش به گونه جدی مبارزه کرده است. طالبان بخش واقعی افغانستان است و در برابر گروه داعش مبارزه جدی نموده است، اما برای تحکیم ثبات و امنیت دائمی در افغانستان لازم است تا یک حکومت فراگیر در این کشور ایجاد گردد، حکومتی که تمام اقوام خود را در آن بنگرند. اعتقاد بر این است که حکومت کنونی ایران نیز همشمول نیست. در کنار اقوام، طرفداران مذهب اهل سنت در آن هیچ دیده نمی شود. کارشناسان می گویند ایران باید نخست حکومت خود را همشمول سازد و بعد نسخه چگونگی ساختار حکومت را به دیگران پیشکش نماید. تحلیل ها این است که ایران تلاش می کند تا با استفاده از نام حکومت همشمول چهره های را در داخل نظام افغانستان دخیل و یا داخل سازد که برای منافع تهران کار می کند. ایران طول شمول و همشمول فرمایش په داسې حال کې چې موږ د دې شاهدان یو چې په تهران کې یو د سنیانو مسجد نسته، دوی موږ ته د ټول شمول د همشموله فرمایش راکوي. دوی ته څه تکلیف جوړ ده؟ دلته اسلامي نظام حاکم ده، په ټولو ولایاتو ته یو رقم خدمات وړاندې کېږي. دا غوښتنه خو د افغانانو ده، افغانان چې غوښتنه وکړه، فکر کوم دوی خپل کسان دلته نه ویني، چې دوی ته کار کوه کسان دلته نسته. موضوع ایجاد حکومت فراگیری بلی به اشتراک نمایندههای واقعی تمام ملتها و اقوام افغانستان و نمایندههای احزاب سیاسی سیاستهای مستقل و چیزها کادرهای چیزفهم و دانا یکی از خواستهای مردم افغانستان بوده و حکومت سرپرست فعلی افغانستان هم مطابق به روحیه توافقنامه دوحه مکلف به تدبیر چنین ساختاری در افغانستان می باشد و اینکه کشورهای همسایه افغانستان و سایر کشورهای دنیا به خاطر جابجایی مهره های ما وفادار و آرمان های این کشورها یا اهداف این کشورها خواستار چنین حکومتی می باشند کار نادرست است و از این کار باید ابا ورزند، زیرا ساختار حکومت جدید و تعیین نظام مربوط به خود مردم افغانستان می باشد که با آنها باید اجازه داده شود تا در تعیین سرنوشت خود نقش مهم و اساسی داشته باشند. آگاهان امور می گویند که چگونگی ساختار نظام کار داخلی افغان هاست و اظهارات تهران در این زمینه مداخله در امورات داخلی کشور محسوب می شود. البته دا ایوه داخلی پروسه ده او دا دی افغانستان ملت داخلی مسئله ده، زمان گاوندی هیوادون تا پکار دی چی داسې سرګندونه ونه کړي چې هغه زموږ او د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه بلل کیږي. این در حال است که امارت اسلامی همواره تاکید کرده که حکومت کنونی همشمول است و در کابینه نمایندگان تمامی ولایات و اقوام جا دارد و همچنان 500 هزار مامورین نظام جمهوریت که از تمامی اقوام متشکل هستند هنوز هم در نظام برحال مصروف کار هستند. نشست در ارتباط با ارزیابی وضعیت بشری افغانستان در دوحه جریان دارد. به روز نخست این نشست دو روزه روی چالش‌ها و موانع در برابر روند تعلیمی و کاری زنان و همچنین راه حل‌های احتمالی آن به اساس صورت گرفته است. این نشست که از سوی مرکز حل منازعات و بشر دوستانه قطر برگزار گردیده، قرار است فردا در آن روی وضعیت بشری افغانستان، تعلیم دختران و تحریم‌های وضع گردیده کاری زنان به اساس صورت گیرد. دوحه قطر برای دو روز میزبان نشست در ارتباط به افغانستان است. این نشست که از سوی مرکز حل منازعات و بشردوستانه این کشور برگزار شده و وزیر خارجه قطر و اندونزیا از آن میزبانی میکند که در آن روی وضعیت بشری افغانستان، روند تعلیمی دختران و کار زنان بحث ها صورت خواهد گرفت. به روز نخست این نشست اشتراک کنندگان نشست که مقامات کشور میزبان و اعضای سازمان های جهانی اند در دو سال گذشته در کنار تعلیم و کار
در مورد موانع و محدودیت‌های موجود در برابر زنان افغان گفتگو نمودند. کارشناسان هرچند برگزاری چنین نشست‌ها را برای ارزیابی چالش‌های موجود در محور قضایای افغانستان مهم تلقی می‌کنند، اما می‌گویند این نشست‌ها زمان می‌تواند مؤثر تمام شود که در آن به موضوعات فوق ذکر راه حل‌های عملی دریافت گردد. در طول 2 سال جلسات در کشوری که دایر شد، ولی مردم افغانستان اون نتیجه ملموس را که انتظار داشتن و دارن از این جلسات گرفت نگرفتن. اما عدم اشتراک نمایندگان و حکومت سرپرست در چنین نشست ها مسئله ای است که انتظارات به نتایج برخواسته از این نشست ها را مانند گذشته بیرنگ ساخته است. با باور صاحب نظران، نشست هر دو کشور در فرم دوحه آن بخش مهم قضیه که باید به آن توجه صورت گیرد و برای عملی نمودن آن در داخل کشور باید از سوی حکومت غور صورت می گرفت. البته پا دیگه که شک نسته چه داغه سی بحثونه، داغه سی مجلسونه و فرمونه دیر مهم دی او در افغانستان پا گته دی. مگر دا مجلسونه تر هغه وقت پوری مسمر او مفید نسی واقع کده لای ترچو پا افغانستان که یو داسی حکومت نوی چه هغه و دی خبرو تا عقیده ولری. د میرمن حقوق ته عقیده ولري، د بشر حقوق ته درناوی ولري. په هغه وخت کې دلای سي چې بنمي ټولنه د افغانستان سره په ډیرو ساحو کې کومک وکړي. نظر این است که اگر برای مذاکرات رو در رو میان حکومت افغان و جامعه جهانی از سوی کشورهای سوم دخیل در قضیه افغانستان زمینه سازی صورت گیرد، پس نتایج بهتر نسبت به این خواهد داشت. به نظر کارشناسان امور، هر دو طرف ممکن از راه انعطاف به جای زور آزمایی بتوانند به چالش‌های روان نقطه پایان گذارد. کشورهایی که جدید می‌خواهد روابط خود را برقرار بکنه از امو روش کانستراکتیویسم فعال و سازنده کار بگیره. هم جهان با افغانستان باید از انعطاف کار بگیره و هم حکومت افغانستان با جهان از انعطاف کار بگیره. البته افغانستان هم دو پالیسی مهمی را در نظر بگیره که او تعاملاتی که با جهان انجام می‌ده خلاف اسلام و خلاف منافع ملی نباشه. بعد از حاکمیت مجدد امارت اسلامی، نخست بالای مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم و در ماه دسامبر سال 2022 میلادی بر روی روند تعلیم دختران محدودیت ها وضع گردید و همچنین تحریم بالای کار زنان از جمله مواردند که کشورهای جهان را وادار به برگزاری نشست ها در این رابطه نموده است. اما امارت اسلامی حقوق زنان را تامین شده می داند و مسئله تعلیم دختران را کوتاه مدت خواندند که به گفتهش بعد از ایجاد یک میکانیزم مناسب دوباره این روند از سر گرفته خواهد شد، چیزی که با گذشت 2.5 سال هنوز هم عملی نشده است. حکومت به مالکین ساختمان‌های بزرگ توصیه نموده که سیستم گرم کردن خانه‌ها را گازی و یا برقی سازند. مسئولین اداره ملی حفاظت از محیط زیست می‌گویند که این توصیه را به هدف به آنان نموده تا باشد جلو آلودگی هوا در زمستان گرفته شود. این در حالی است که با فرا رسیدن فصل زمستان شکایات شهرنشینان کابل از آلودگی هوا افزایش یافته است. همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان، هوای شهر کابل نسبت به هر زمان دیگری آلوده شده و این مورد شکایات باشندگان پایتخت را نیز در این زمینه بیشتر ساخته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که برای جلوگیری از آلودگی هوا، مالکین ساختمان‌های بزرگ را در شهر کابل مکلف ساخته تا از سوختاندن زغال سنگ و مواد سوختی دیگر که باعث آلودگی هوا می‌گردد خودداری نمایند. به گفته مسئولین اداره مذکور، مالکین ساختمان‌ها می‌توانند تا به هدف گرم نمودن خانه‌ها سیستم‌های تولید هوای گرم را به گازی و برقی مبدل سازند. به هیچ وجه هیچ فعالیت به شمول مالکین مسئولیت بلند منزلا در صورتی که از زغال سنگ و چوب استفاده میکنن مکلف هستن که فیلتر تصفیه دود داشته باشن، که خوشبختانه که با این وزارت تفتیش داریم ملی حفاظت محیط زیست از تماما بلند منزلا از سایر فعالیت ها همه روز کنترل به عمل میارن که مشاهده میشه که اکثرا بلند منزلا خود مجهز به سیستم فیلتر تصفیه دود ساختن. وی می افزاید که به هدف مجازات و تشخیص عاملین آلودگی هوا در شهر کابل به نظارت خود دوام می دهد و به گفتهش هر کسی که این عمل را انجام دهد و باعث آلودگی هوا در شهر گردد با برخورد قانونی روبرو خواهد شد. الله اقل همه تمام ما در گرسه بداری ملی حفاظت محیط زیست همکار باشن و در حسه
کاش برای آلودگی هوا سم خود داشته باشه. جمع‌آوری پلاستیک ها از زباله‌دانی ها، تایر ها و مواد دیگر و بعد سوختاندن آن در بخاری ها و کارخانه ها عواملی هستند که منجر به آلودگی هوا در شهر کابل محسوب می شود. شماری از باشندگان شهر کابل از سالها بدین سو از آلودگی هوا و بیماری های تنفسی که بابت آن پخش شده شکایت دارند و می گویند که حکومت باید برای جلوگیری آن دست به کار شود. ماشینا و موتورایی که مثلا اوراق میشه یا مثلا از کار میفته دود میته هوا رو آلوده میکنه، اینا رو باید کنترل کنه و همچنان خانه هایی که بیشتر پلاستیک مثلا در میته یا مثلا یگان چیزای مواد بی کیفیت که روی آلودگی هوا بسیار تاثیر داره باید جلوگیری بکنه. ما در این قسمت از مسئولین خوشمندیم که این موضوع رو جدی بگیره و برای این مشکل رسیدگی بکنه و یک از راه های رسیدگی مشکل استفاده از راه های بدیل است، مثل استفاده از انرژی آفتابی، استفاده از انرژی باد و همچنین کشور ما بسیار دریاها و آب فراوان داره، میتونیم از اونا استفاده بکنیم و اینا راه های بدیل به خاطر کاهش آلودگی هوا هستند. اما در این حال امسال هم هوای شهر کابل آلوده شده و دکتران از پخش بیماری های تنفسی به دلیل این آلودگی در جمعه خبر میدهند. حل لاری خلاص دول باندی انفرادی شکل دی او په جمعیتی شکل دی. انفرادی شکل باندی د سون توګه سره باید مونږ ډیر پاملرنه وکړو او په مراسم ډول باندې عصري سیستم کار واخلو. په دغه وجه مونږ کولای شو چې د سیستم تنفسی او مختلف امراض مخنیوی وکړو. افزایش نفوس در شهر کابل و عدم انرژی پایدار در این شهر منجر به آلودگی هوا گردیده، زیرا شهرنشینان در صدد استفاده از زغال سنگ و چوب به جای برق هستند. حکومت برای مؤسسات تحصیلات عالی از فراهمسازی هر گونه امکانات خبر می‌دهد. مسئولین می‌گویند که زعیم امارت اسلامی اطمینان نشان داده که در هر حالت از پوهنتون‌ها حمایت مالی خواهند کرد. در این حال محصلان از تصمیم مذکور حکومت سرپرست استقبال می‌کنند و درخواست دارند تا امارت اسلامی درب مکاتب را برای دختران بازگشایی نماید. محصلین پوهنتون طبی ابو علی سینا که در دیپارتمنت های مربوطه خود نمرات بالا را کسب کردند مورد تقدیر قرار گرفتند. مسئولین میگویند هدف از این نشست تشویق جوانان به تحصیل در کشور است. معین وزارت تحصیلات عالی به محصلین اطمینان میدهد که با استفاده از تمامی امکانات از آنها حمایت خواهد کرد. ما از محصلین خواست تا با تمام توان خود به تعلیم و تحصیل در کشور ادامه دهند تا باشد از محتاج بودن در بخش طبابت به کشورهای دیگر خلاص شوند. دغه انسان ژوند ته داسي وباله لکه انسان چې په کومه ټولنه کې ژوند کوي ټول ورسره وساس ټول انسانانو سره آرام سو ولې له یو مریض سره ټول انسانان دردمن کیږي ټول ورسره کړیږي خو تا په لاس باندې یو انسان ورغېده لغه انسان سره ټول انسانان آرام سو او من احیا فکن محیا الناس جميعا یو انسان دی ورغل علاج دی وکي درمل دی وکي هوسا سو دردونه یې قرار سو څړکی یې قرار شوې خوب یې وکول خوراک یې وکول دستا برکت دی. از سوی دیگر مقامات وزارت اطلاعات و کلتور می گویند حکومت تلاش می کند تا به واسطه افراد مستعد در کشور در بسیاری از بخش ها کشور را به خودکفایی برسانند. آنها اضافه می کنند که مشکلات محصلین در پوهنتون ها از سوی وزارت تحصیلات عالی با زعیم امارت اسلامی شریک شده و تصمیم گرفته شده تا برای حل این چالش ها یک معدن مناسب به هدف استخراج به قرارداد داده شود. علی قادر امیر المؤمنین حفظه الله اگر تفرمایلی و چی د پیسو یا د امکانات په برخه کې تاسو مور هتا کېږي، حتی داسې په خلاصه شکل یې ورته ویلي وه چې د افغانستان یو بشپړ معدن به زه د تحصیلات عالی په اختیار کې ورکم، د دې لپاره چې د افغانستان د لوړو زده کړو معیار د نړیوال کاروانو سره مل سي او د افغانستان د لوړو زده کړو معیار دا د نړۍ پر هغه لوړو میتودو باندې برابر سي. زموږ عزت په دې نه ساتل کېږي چې یو عادي مریض زموږ دشمن هیواد یو داسې دشمن ته چې هغه په ښکاره زموږ سره دښمني کوي دې ته موږ مجبوره کړي چې موږ خپل مریض هلته یوسو. عزت مو هغه وخت خوندي دی چې موږ دښمن ته اړ نه یو. با این حال محصلین از مهیاسازی امکانات برای آنها ابراز خرسندی می کنند و می خواهند
تا درب مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز گردد تا آنها نیز تعلیمات ناتمام خود را به اتمام برسانند. په دې برخه کې مو د مسؤلینو څخه غوښتنه دا ده چې څومره ژر کېږي د نجونو او ښځو په مخ د تعلیم دروازې پرانیزي، ځکه نجونې او ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. که چېرې نجونې او ښځې د تعلیم څخه لیرې پاتې شي نو خدای مکړه چې زموږ د ټولنې نیمایي برخه به فلج شي. خاصه ما از وزارت تحصیلات عالی ای هسته که توجهشان بیشتر بکنه و امکانات بیشتر برای مسؤلین فراهم بسازه، از قبال مثلا از لیلی برای لیلی مسؤلین، برای کتاب امکاناتی که مسئولین بتونه به فکر به خاطر یارم درسایشون رو به پیش ببره. وزارت تحصیلات عالی در کنار فراهمسازی امکانات در بخش آموزش در کشور میگوید که برای محصلین در چهار پوهنتون امورات لیلیه را هم آغاز کرده که در آینده های نزدیک تکمیل و به گفتش در این اواخر 1623 تن فارغان را هم در اداره های مختلف به کار گماشته است. چند خبر مهم از جهان. در حملات تازه نیروهای اسرائیلی به ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. این حملات شب گذشته در بخش‌های مرکزی و جنوبی غزه صورت گرفته است که به شمول کودکان در آن به ده‌ها تن کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. مقامات صحی فلسطینی میگویند که در حملات تازه نیروهای اسرائیلی آن در شفاخانه‌ها در غزه هدف قرار گرفتند که تداوی بیماران و زخمیان در آن صورت می‌گیرد. در از سوی دیگر سازمان جهانی غذا برای غذا گفته است در حدود 36% باشندگان غذا با گرسنگی شدید مواجهند و آن در افراد که بیجا شدند بسیاری از آنان بر سر جاده ها بسر می برند. در حمله تیاره های بی سرنشین نیروهای اسرائیلی در سوریه 3 تن از اعضای گروه حزب الله کشته شدند. این حمله روز گذشته در جنوب غرب سوریه بالای گروه مسلح حزب الله برخوردار از حمایت ایران صورت گرفته است. در این حال برخی از منابع در سوریه هم کشته شدن اعضای این حزب را تایید می کنند، اما اسرائیل تاکنون در ارتباط به این حمله چیزی نگفته است. با گفته منابع در این حمله یک تن از اعضای سوریه هم کشته شده که با افراد مذکور دوست بود. و خبر اخیر این که جرمنی تعهد به کمک‌های بیشتر نظامی را با اوکراین داده است. اولف شولز نخست وزیر این کشور گفته است که جرمنی با اوکراین در جنگ روان در برابر روسیه آن تعهدات را عملی خواهد کرد که در بخش کمک نظامی با این کشور سپرده است. این کمک‌ها شامل نزدیک به 2155 سلاح‌های توپخانه‌ای، 10 تیاره بی‌سرنشین، 100,000 بسته‌های کمک‌های اولیه و 70 تجهیزات پرتاب بمب‌های دستی می‌باشد. شولز همچنین اضافه کرده که روسیه باید گمان نکند که اوکراین در این جنگ تنها است. سرویس خبری ما در اینجا به پایان می‌رسد. سپاس شما به همکارانم. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.